لیلا، لیلا، نوروز است. دوستان و علاقمندان یوتیوب چینل افغانستان جورنال، سلام های گرم و بهاری ما اجمل غفوری و تمام همکارانم را که همواره از طریق این چینل در خدمت شما قرار داریم پذیرا باشید. آرزوی یک سال خوب و خوش را برای شما خوبان و عزیزان دارم، چی در افغانستان عزیز زندگی میکنین و یا هم بدور از وطن بسر میبرین. همه زندگیتان پر از خوشی و نشاط باشه و همیشه لحظه لحظه زندگیتان شگوفا باد. بیت زیبایی را که خدمت شما خوبان در آغاز شریک ساختم، عنوان نوشته زیبایی است از محترم جاوید فرهاد که همین حالا تقدیم حضور شما خوبان میکنم. البته اختصاصی است برای آغاز فصل بهار و یا نوروز که سالها قبل هنرمند محبوب ما فرهاد دریای عزیز همچنان در مورد ای داستان سروده بسیار زیبایی داشتن که به گوشهای تعداد زیاد از شما خوبان آشنا است. وقت گرانبهای شما را نمیگیرم و داستان را با هم میشنویم. جواد صنف نهم مکتب بود که عاشق لیلا دختر پنجاباشی، پنجاباشی درجه که به کارگران پیشکسوت در نساجی پل خمری داده می شد و 50 کارگر زیر دست وی کار می کردند شد. او مزاج سخت عاشقانه داشت و کتابچه املای دریش پر بود از رسمهای شمع و پروانه و چند قلب تیر خورده که از او قطره های خون در حال چکیدن بود. روی پشتی کتاب دریش هم سه بیت شعر با خط کج و معوج نوشته شده بود. یار من از نازکی در زیر گل خوابیده است. گل مبادا بشکفت از خواب بیدارش کند. نازنینی که در عرق تر شد، نازنین بود، نازنین تر شد. به همین شکل بیت دیگه هم نوشته شده بود. پدرش را سالها پیش از دست داده بود و با دو خواهر کوچکش در یک بالاخانه کرایی در پل خمری زندگی میکرد. پس از فراغت از درس مکتب یک راست به دکان مستری سید بقا میرفت و و شاگردی در کارگاه ترمیم موتر می پرداخت. خلیفهش فطرتاً آدم مهربانی بود، اما انگامی که حال و هوای شاگرد عاشق پیشش را دگرگون می افت، از کوره در می رفت و غرغر می کرد. وقت نوروز نزدیک می شد، دل جواد از شوق دیدن لیلا دختر پنجاباشی در تپه فرحت لبریز از خوشی می شد و زیر لب آهنگ لیلا، لیلا نوروز را که دو سالها فرهاد دریا او را بازخوانی کرده بود زمزمه می کرد و دلش باغ باغ می شد. جواد لیلا را به پیمانه دوست داشت که شامگاهان پنهانی از مادرش از راه دکان با لباس سیاه شاگردی که از او بوی مبلایل و تیل به دماغ می آمد، چند بار با امید دیدن لیلا در منطقه دوست کوتی کوچه ها را گز و پل می کرد تا یک بار معشوقش از پشت پنجره تنگ و تاریک خانهشان ببینه. لیلا هم نزدیک شام چند بار پشت پنجره می آمد. چهرش از پشت جالی سراخ شده پنجره مثل ماه شب 14 می درخشید و چشمای گرد و سیاهش جواد را خراب می کرد. از ماجرای عاشقی جواد دو نوروز گذشت و نوروز سوم فرا رسید. صبح وقت او روز جواد به حمام نساجی رفت. سر و صورتش روی شوی مالی و بدنش را خوب کیسه کرد و خودش را پاک شست. سپس پیراهن و تنبان فیروزه‌ای رنگش که مادرش از تکه آرش برش تیار کرده بود پوشید.
رنگ فیروزه‌ای را دوست داشت، چون لیلا برش گفته بود که فیروزه‌ای رنگ دلخواهش است. پس از نوشیدن یک پیاله شیر داغ با تخم از شیر فروشی دم دروازه حمام، روی گادی دو اسپک از بندر دهنه به سوی تپه فرحت می رفت، سوار شد و در کنار گادیران نشست و گفت: لالا قمچین کو. زیر لب با اشتیاق باز هم زمزمه کرد: لیلا، لیلا، نوروز است. خدایا دنیا دو روز است. هنگامی که به تپه فرحت رسید، در کنار یک شورنخود فروش در بلندی تپه استاد و از دور رفت آمد مردم را نظاره کرد. چشمهایش به مسیر رفت آمد میخکوب شده بود و دلش از شوق دیدار لیلا میتپید. مردم دسته دسته با خانواده هایشان زیر درخت ها و روی سبزه های نوروزی فرش هموار کرده و نشسته بودند. نوجوانا و جوانا کاغذ پران بازی می کردن. چند نفر شور نخود می خوردن. یک دختر و یک پسر دور از جمع کنار هم نشسته و گرم صحبت بودن. دو کودک 5 یا 6 ساله تخم جنگی می کردن و مرد هم در تایپ ریکاردر 530 پشت دارش آهنگ اگر بهار بیاید احمد ظاهر را پخش می کرد. جواد ده چرت لیلا بود. لیلایی که خورد و خواب را از او را بوده بود و قسم یاد کرده بود که جز جواد کس دیگر دوست نداره و تا آخر به او وفادار میمانه. جواد غرق خیالای لیلا بود که ناگهان صدایی را از پشت سرش شنید. با شتاب رویش دور داد و چهره مهتابی لیلا را که چادری فیروزه‌ای رنگش را بالا زده بود دید. احساس کرد دلش از خوشحالی بسیار از دلخانیش بیرون شده. دستایش لرزید. جانش گرم شد و نبضش به شدت زد. پاهایش سستی کرد و کم بود نقش زمین شود. اما خودش را روی پاهایش نگه داشت. او روز جواد پیوسته گپ می زد و لیلا با اشوه می خندید. چه خنده های قشنگ داشت. چه لب های گلابی و دندان های سپید. جواد زیر لب می گفت: قربان شوم خدا را که چه قم مقبول آفریده تو را. لیلا باز هم می خندید، اشوه می کرد و جواد مات و مبهود به چهره او خیره می نگریست. ناگهان لیلا از خندیدن باز ماند. لرزه تمام بدنش را فرا گرفت. از جایش با اضطراب بلند شد و گفت: وای بیادرایم. هنوز جملهش را تکمیل نکرده بود که دو جوان با یخنهای باز، تسبیح به گردن و بوتهای سلور پسقات به پا سر رسیدن و بدون چون و چرا با مشت و لگد بر جواد حمله ور شدن و در میان فواره از دشنام که از زبانشان بیرون می جهید سر و صورتش را خونالود کردن. جواد می خواست از خود دفاع کنه، اما مشت و لگدهای پی هم یکی رو برو دیگه از پشت بر پاها، کمر، سر، دماغ و چهرش این فرصت را از او گرفت. سرانجام چند نفر او را از زیر رگبار مشت و لگد برادرای لیلا با صورت خونالود بیرون کردند، اما برادرای لیلا سوگند خوردند که او را زنده نخواهند گذاشت. وقت ماجرا به پایان رسید خبری از لیلا نبود. دل جواد شور می زد. نمی دانست لیلایش کجاست و چی به سرش آمده. بیادش آمد که باری لیلا برش گفته بود که برادرایش در بیرحمی خونخوارند. بیشتر ناراحت شد و درد ناشی از لطکوبش را از یاد برد. به خانه آمد و مادرش پس از آگاهی یافتن از موضوع لطکوب پسرش چند دهن دعای بد نثار برادران لیلا کرد و گفت
انتقام پسرش را به خدا و روز آخرت واگذار کرد. سپس یک پیاله مومیایی را با شیر گرم مخلوط کرد و به او خوراند و پس از ادای نماز چهار قل را خواند و بروش کف نمود. جواد تا هنگام اذان صبح نخوابید. ملا اذان باز هم مادرش به او شیر و مومیایی خوراند. با وجود اصرار مادرش که از خانه بیرون نره، دلش تاب نیاورد و بیرون شد و یک راست رفت پیش اسد بایسکل ساز، رفیق جانی جانیش. اسد که از قصه عاشقی جواد آگاه بود، وقتی او را دید داخل دکان بردش و گفت که دختر پنجاباشی پس از لطکوب برادرایش خودش را در بند برق انداخته و جسدش که میان میله های آهنی گیر کرده بود از آب بیرون کردن. آسمان بالای سرش چرخورد. نفسهایش تنگ شد. احساس کرد که قلبش از تپیدن باز مانده. پاهایش بی حرکت شد و یک راست نقش زمین شد. خلیفه اسد کمی آب به صورتش زد. دستایش مالید و چیز شبیه دم و دعا خواند و سپس جواد چشم باز کرد و اشک گرد چشمایش حلقه بست و مهر سکوت بر لب راهی خانه شد. در تمام شهر آوازه شد که لیلا دختر پنجاباشی خودکشی کرده. پس از او دیگه کس جواد را در او شهر ندید. به مکتب و کارگاه ترمیم موتر هم نیامد، گویی آب شده و در زمین فرو رفته بود. یک روز خلیفه سید بقای مستری را دیدم، گفت ای بچه از اولام سرش به کار و غریبی خم نبود و می فهمیدم که یک روز یک گل به آب می ده. سالها از این رویداد اندوهناک گذشت و ما با خانوادیم به کابل کوچیدم. یک روز مانده به جشن نوروز برای خرید هفت میوه به شهر رفته بودم که ناگهان با جواد در سر زیرزمینی برخوردم. او را از ابروان پرپشت، چشمان غوره‌ای و قد بلند شناختم. با او که سنش زیاد نبود ولی سخت پیر و تکیده شده بود. صداش کردم، در آغاز مرا نشناخت. پس آن که خودم معرفی کردم مرا در آغوش گرفت و اشکهایش جاری شد. پیراهن تنبان چرک بر تن داشت. ریشش رسیده بود و دستایش می لرزیدن. گپ که می زد ردیف دندانهای لق و زردش که چند تایش افتاده بودن نمایان می شد. گفت سالها شده که معتاد است و جایش هم در کنار دریای خشک کابل و نزدیک شاه دوشمشیره است. اما هنوز بیاد لیلای نامراد است. لیلای که با رفتنش مرگ تدریجی را به او ارمغان آورد. اشکهایش را با گوشه آستین پیراهنش پاک کرد. چیز دیگه نگفت. تنها شنیدم که آهسته زیر لب زمزمه میکنه. لیلا، لیلا نوروز است. خدایا دلم بسوز است. پایان داستان.